خدای خدایان، در بین دو جنگ جهانی اول و دوم بود که مفهوم فاشیسم به عنوان یک مکتب فکری جدید و قرن بیستمی در اروپا مطرح شد. ابتدا در ایتالیا و سپس در آلمان، بعد هم در بریتانیا و ایرلند. اینجور که الان واژه فاشیسم بد و منفوره، خب اون موقع برای مردم اروپا اینطور بد به نظر نمی رسید، بلکه یک تفکر امیدبخش برای نجات کشور بود، طوری که در بسیاری از کشورهای اروپایی این ایده فاشیسم رشد کرد و بالاخره مردم ایتالیا و آلمان اولین کشورهایی بودند که قدرت سیاسی رو به دست فاشیسم دادند. مثلا در آلمان این از کتاب پیدایش فاشیسم از جناب ناصر پویا هست. میگه که مردم آلمان نیز روز 19 اوت 1934 به پای صندوق‌های رأی رفتند و از 95% کسانی که واجد شرایط رأی دادن بودند، 90% یعنی بیش از 38 میلیون قصب قدرت کامل به دست هیتلر رو تصویب نمودند. یعنی در واقع در طی یک روند دموکراتیک خیلی شیک، به طور قانونی فاشیسم در آلمان به قدرت رسید و از سوی پارلمان به هیتلر اختیارات کامل دیکتاتوری اعطا شد. اما فاشیسم چی هست؟ بر طبق این کتاب مقدمه‌ای بر ایدئولوژی سیاسی نوشته روبرت چیچیشال و سایر دوستان، خلاصه در فصل 7 به فاشیسم می‌پردازه و میگه پیش از موسولینی هم این مکتب فاشیسم بوده و به نوعی این تفکر در پی احیای گذشته است، گذشته پیش از دنیای صنعتی قرن بیستم. مثلا برای ایتالیا احیای گذشته شاید میشد بازگشت به اون شکوه و اقتدار امپراتوری روم. اما حالا چرا بازگشت به گذشته؟ راستش اون دوران پر شده بود از مکتب‌های فکری جور و جور، از لیبرالیسم و سوسیالیسم و سکولاریسم و ناسیونالیسم و آنارشیسم و مارکسیسم و چیچیسم و تا پانژرمانیسم و پان اسلامیسم و از این حرفا. خلاصه شیر تو شیری از این مکاتب فکری بود که فاشیسم برای خلاصی از همه اونها به جمع اونها اضافه شد. این که میگن جمعشون جمع بود یکیشون کم بود، اینه. یعنی خلاصه فاشیسم بازگشت به گذشته‌ای فارغ از این تفکرات جدید چیچیسم و این حرفا هست. طرفداران فاشیسم اون رو برای کشور خودشون یک راه نجات می دونستند. حالا چرا بازگشت به گذشته برای کشور نجات باشه؟ خب چون کشورهای اروپایی در اون دوران دچار بحران‌های اقتصادی و سیاسی شده بودند. در واقع رژیم‌های موسولینی و هیتلر هر دو پیامد یک بحران اقتصادی و سیاسی در کشورشون بودند. ظهور لیبرالیسم در عصر روشنگری برای احیای حقوق فردی بود، آزادی بیان و آزادی اندیشه و این قرتی‌بازی‌ها، و اینکه همه فرصتی برابر داشته باشند. در مقابلش محافظه‌کاران بودند که خب خواستار همون سیستم پدرسالاری قدیمی در جامعه بودند. اما فاشیسم با محافظه‌کاری فرق داشت. فاشیسم طغیانی علیه لیبرالیسم بود. اون محافظه‌کاران ترمزی بر تحولات جامعه بودند، اما فاشیسم خودش تحولی نو بود، البته در جهت تجدید حیات گذشته. اونها معتقد بودند که این فردگرایی در لیبرالیسم هست که منجر به ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی در جامعه شده. پس تأکیدشون بر اجتماع بود. خب در گذشته قوام یک کشور به ملت و دولت اون کشور بود. برای همین در فلسفه فکری فاشیسم بر اهمیت ملت و دولت تأکید می شد. در ایتالیا فاشیسم مفهوم ملیت رو یک هویت اجتماعی زنده می دونست که می تونه جامعه رو متحد و یک پارچه کنه. پس برخلاف لیبرالیسم، در فاشیسم هویت ملی یک اصل تلقی می شد و در اون فرد اصلا مطرح نبود. آنچه مد نظر بود یک همبستگی ملی بود و این مکتب‌های فکری رنگارنگ مانع اون بودند.
مثلا وقتی کمونیستا و اینا میگن که در جامعه اختلاف طبقاتی وجود داره و یکی حق دیگری رو خورده و باید برابری برقرار بشه و جامعه سوسیالیستی باشه و از این حرفا، خب این تفکر افراد اون جامعه رو به جون هم میندازه دیگه. اما فاشیسم میخواست که همه مردم جامعه رو در یک هویت ملی عام با هم یک پارچه کنه. بنابراین با این تفکرات نوظهور در افتاد. اما آلمان چی؟ آلمان از ابتدا به صورت یک ملت یک دولت نبود. ملت ها و قدرت های پراکنده‌ای بودند در کنار هم. اونجا پرداختن به یک هویت ملی جوابگو نبود، بلکه اول باید چیزی اون مردم رو به هم ربط بده. و میدونید در اروپا برخلاف آسیا موضوع نژاد بسیار مطرح بود. برای همین در آلمان اونجا فاشیسم پیرامون باور به یک نژاد مردم رو متحد کرد. در قرن 19، زمانی که هنوز آلمانی ها یک کشور متحد نبودند، فردریش یان کتابی به نام ملیت آلمانی نوشته بود و مبنای ملت رو نژاد معرفی کرده بود و البته در ضمنش نژاد آلمان ها رو هم نژاد برتر می دونست. اینجور نظراتی رفته رفته منجر به این شد که در قرن 20 در واقع آلمانی ها حتی به وجود یک روح ملی باور داشته باشند و البته روح ملی آلمان رو هم برتر از روح ملت های دیگه می دونستند. به این ترتیب در اروپا موضوع برتری نژادی یکی از باورهای خرافی مردم شد و نژاد سامی یهودیان یک تهدید برای سلامت نژادی مردم اروپا محسوب می شد. کار به جایی رسیده بود که نه تنها تساوی نژادی نظری بی خود و غیر منطقی بود، بلکه حتی صلح طلبی هم ناشی از ناتوانی و درماندگی به حساب می اومد. کسی که به برتری نژاد خودش باور داشت، وظیفه خودش میدونست که برای تنازع بقای نژادی بجنگه. با این تئوری فکری نژاد پست شایسته انهدام و جنگیدن برای انهدام اون وظیفه اخلاقی شد. من بارها اشاره کردم که هر عملی نیاز به یک تئوری و باور فکری داره. تئوریسین های تفکر فاشیسم حرفای هگل و نیچه و بحث های علمی تکامل داروین و نظرات افراد دیگر رو همه رو به نفع خودشون تغییر دادند و اونها رو پشتوانه علمی و عقلانی تئوری های خودشون نشون دادند. تا در مقابل اون تئوری های فکری دیگه اینها هم یک پشتوانه ای داشته باشند. اون مکتب ها استدلالی برای خردگرایی خودشون داشتند و فاشیسم هم استدلالی برای خردگریزی خودش ارائه کرده بود. فاشیسم یک نشانه دیگه هم داشت. پدر سالارانه بود. در انحصار مردان بود. از نظر فاشیسم جایگاه زنان تنها شوهرداری و بچه‌داری و رتخ و فتخ خونه بود. نظر فاشیسم این بود که مردان بر زنان تسلط دارند. به ما فضل الله و بعضهم نه این مال کلیپ قبلی بود. هیچ در فاشیسم هم برتری مردان بر زنان مسلم بود و زنان باید مطیع شوهرانشان باشند. حضرت موسولینی علیه السلام هم دقیقا همین عقیده رو داشت. از رو بخونم. در کتاب گفتگویی با موسولینی که در سال 1933 انتشار یافت، مؤلف اون فلان نوشتن در مخالفت چنین ابراز عقیده کرد که زنان باید مطیع باشند. بله، در کشور ما زنان را نباید به حساب آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دو تا نکته بگم و خلاص. یکی اینکه اگه فاشیسم از هویت ملی و نژاد برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کرده و با شیادی تکامل داروین و فلسفه رو پشتیبان تئوری خودش معرفی کرده، به این معنا نیست که هویت ملی و نژاد و تکامل و فلسفه و اینها اشکال دارن. خیر، او هر جا که اسم هویت ملی و نژاد و این حرفا مطرح شد، اگه کسی بلافاصله بی منطق اونها رو فاشیسم معرفی کرد، بدونید که اونم داره شیادی میکنه. نژاد پرستی بده، بله، چه فاشیسم ازش استفاده کنه چه نکنه بده، اما پرداختن به نژادهای مختلف ایرادی نداره.
پرداختن به اقوام مختلف هم همینطور ایرادی نداره، اما باور به قوم برتر ایراد داره. بله، هویت ملی هم ایرادی نداره، خیلی هم خوبه. ادعای ملت برتر بودنه که ایراد داره. ملی گرایی خیلی با فاشیسم فرق داره، اگرچه ممکنه فاشیسم برای جمع کردن طرفدار به هویت ملی هم چنگ بزنه، اما اونها خیلی فرق دارند. فاشیسم تمامیت خواهه، با تمام تئوری های دیگه مخالفه، اما ملی گرایی با بسیاری از تئوری های فکری دیگه سازگاره. فاشیسم ضد زن هست، جنگ طلبه، تساوی شهروندان رو نمیپذیره. اما در ملی گرایی جنسیت و قومیت و گرایش جنسی و گرایش سیاسی و باورهای مذهبی و اینا در ملی گرایی فرقی ندارند. همه بر اساس یک نظام شهروندی یکسان و برابر هستند. اما فاشیسم اصلا این حرف حالیش نیست. فاشیسم یا یک قوم رو برتر میدونه و به جنگ اقوام دیگه میره، یا یک نژاد رو برتر میدونه، یا یک ملت رو، خلاصه تساوی رو نمیپذیره و با همه باورهای دیگه میجنگه تا حرف خودش رو به زور حاکم کنه. خلاصه وقتی طرف حرف منطقی بر ضد ملی گرایی نداره، به نیت فریبکاری اون رو فاشیسم معرفی میکنه تا بلکه اینجوری بتونه با ملی گرایی دشمنی کنه. او در واقع فاشیسم در اروپا نژاد پرستیه و در آسیا قومگرایی هست. فاشیست اونیه که قوم خودش رو برتر میدونه و اسلحه به دست گرفته تا برای قدرت گرفتن اون قوم با اقوام دیگه بجنگه. اما نکته دوم این که خب میدونیم که نتیجه فاشیسم همیشه دیکتاتوری و استبداد هست. یکی از تقابل‌های تاریخی فاشیسم و ضد فاشیسم جنگ داخلی اسپانیا هست که ژنرال فرانسیسکو فرانکو در مقابل جمهوری نوپای اسپانیا قصد کودتا داشت، اما اقدامش منجر به یک جنگ داخلی تمام عیار شد. 1936 تا 39 سه سال جنگ داخلی با صدها هزار کشته. هیتلر و موسولینی مستقیم از فرانکو حمایت می‌کردند. اینها جبهه فاشیسم بودند و شوروی هم از جمهوری اسپانیا پشتیبانی می‌کرد. اونا ضد فاشیسم بودند. در نهایت هم فاشیسم در جنگ پیروز شد و فرانکو قدرت اسپانیا رو در دست گرفت. یک دیکتاتوری نظامی در اسپانیا به پا کرد و هزاران نفر از مخالفین خودش رو هم کشت. اما طرف مقابل، طرف ضد فاشیسم کیا بودند؟ اونا کمونیست های مورد حمایت شوروی بودند دیگه. خودمونیم، اگه اونا پیروز می شدن، اونا مخالفین خودشون رو می کشتند. چیزی بهتر از استالین و ماو ازشون در نمی اومد. میخوام بگم که الان اینطور شده که چپ‌ها و کمونیست‌ها مخالفین خودشون رو فاشیست خطاب می کنند و خودشون رو چی؟ آزادی خواه. در حالی که خود کمونیست ها فاشیست در اثر فاشیستی هستند. این فاشیست کمونیست ها فاشیست ها کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.